رحمان الرحیم به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان خوب ما عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید ان که همیشه سلامت و سلامت باشین در این روز بسیار زیبا در این شنبه دلپذیر آغاز هفته امیدوارم که روز بسیار خوش داشته باشین انشالله که هفته پیش رویتان هفته بسیار بسیار خوب باشه و خدامند مهربان بهترین ها را برای ما و شما دوستای عزیز مراقم بزنم اجازه بدن قبل از اینکه موضوع برنامه رو مطرح کنیم یک سلامی هم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضا بزرگوار داشته باشیم سلام علیکم خانم دکتر بسیار خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم و سلام دارم شما و همینطور همین بینندگان محترمه برنامه آرزو دارم که انشالله تا این لحظات و ساعت از روز رو همراه با شادکامی شادمانی و انشالله امید به خدا و توکل بر ذات اقدس او و تلاش برای رسیدن به موفقیت انشالله تی کرده باشه انشالله انشالله بسیار تشکر از شما بینندگان خوب ما شماره تماس برنامه زیرنویس شده از طریق شماره تماس از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید سوالات خودتان نظرات کدام انتقاد و یا پیشنهادی هم اگر دارید ما رو بسیار خوشحال میکنید اگر که با ما اشتراک بگذارید و قطعا سعی میکنیم که در برنامه اعمال بکنیم چون برنامه متعلق به شما دوستای عزیز ماست و تمام تلاش ما است که شما رضایت داشته باشید انشاءالله همچنان برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه را به صورت لایو ببینید و همچنان اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی رو میتونید دانلود کنید و استفاده هم بکنید و همچنان برنامه گذشته را از طریق هم سایت تلویزیون جهانی و هم از طریق فضاهای مجازی مثل آپارات و یوتیوب میتونید می که ببینید و انشالله استفاده بکنید و باز هم تأکید میکنم ما را بسیار خوشحال میکنید اگر که نظرات خودتان را برای ما بمانید و سوالات خودتان را اما موضوعی که در برنامه گذشته در شنبه های گذشته با کارشناس محترم در مورد صحبت شده موضوع هوش هیجانی است که اجازه بدید کارشناس محترم یک مختصر نسبت به تعریف هوش هیجانی و موضوعی که امروز میخوایم مطرح بکنن با ما شما داشته باشن در خدمت شما تشکر از شما خب ما مبحث اصلی که در خدمت دوستان هستیم بحث همونطور که شما مطرح کردید هوش هیجانی است و ما گفتیم که منظور از هوش هیجانی یعنی یک شناخت دو تنظیم و سوم به عبارتی کیفیت استفاده یا بهرهمندی از هیجانات خود و دیگرانه برای اینکه هم خودمون بهرهمند بشیم حالا هم دیگران بعد رفت به عبارتی در ادامه ای رو توضیح دادیم که خود هوش هیجانی چهار تا بعد داره بود اول او شناخت هیجان در قسمت من یعنی هر فرد بعد دوم و مدیریت هیجان بعد سوم شناخت و درک هیجانات و احساسات دیگرانه و بعد چهارم برقراری روابط سازنده و مفید و مؤثر با دیگران خب ما در قسمت قسمت اول در بحث شناخت هیجانات و همینطور مدیریت رفتیم به سراغی که هیجانات رو به صورت ساده و خلاصه البته تعریف بکنیم هیجانات اصلی رو البته و بعد در کنار او همزمان بگیم که خب مثلا هیجان شادی چی هست خب حالا ای چطور می شود او رو کنترل کرد و چه اندازش مناسب و بهین است یعنی شادی رو چه قسم باید ابراز کرد و اگر احیانا شادی اضافه تر یا کمتر مثلا بروز پیدا بکنه چه عوامل و یا چه نتایج مثبت یا منفی داره بینندگان عزیز ما اگه در عزیزانی که دنبال میکنن برنامه را در جریان هستن که ما در جلسات گذشته به هیجان خشم ترس و شادی پرداختیم و انشاءالله امروز سه هیجان دیگر رو بحث خواهیم کرد که عبارتند از شرم غم و تعجب یا کنجکاوی خب برای آغاز از شرم شروع میکنیم شرم یکی از عمیقترین و اصیلترین هیجانات بشری است که به یک در بعضی موارد حالا تعبیر مختلف وجود داره در یک تقسیم بندی گفته می شود که جز به هیجانات ثانوی است یعنی ترکیبی است از به اصطلاح یک یا دو هیجان دیگه ولی در بسیار از موارد تاکید شده که نه احساس شرم جزو هیجان احساس شرم که گاهی وقتا تعبیر به احساس گناه هم از اون میشه جزو هیجاناتی است که حداقل در دو سال در پایان سال دوم زندگی پدید میاد و اون هم زمانی است که من طفل شکل گرفته شرم چیست و چگونه ایجاد میشود هر زمانی که فرد احساس درونی چه از وجود درون وجود خودش یا القا و گفتار و رفتار دیگران نسبت به ای که تو بد هستی و یا تقصیر داری به اصطلاح در مورد کاری عملا تو اشتباه انجام دید و تو مقصر هستی هرگاهی احساس بد بودن بی ارزش بودن ناشایست بودن نادرست بودن زشت بودن یا به عبارتی خود فرد رو این احساس در وجود کسی چه طفل سه ساله باشه چه جوان 25 ساله یا حتی یک آدم کلان سال 70 ساله باشه این احساس اگر در وجود او پدید آمد میگیم که شرم ایجاد شده است خب حالا سوال اینجاست که ای ما قبلا ها میره گفتیم که هیجان چون جزوی از ذات ماست نمیتونیم بگیم خوبه یا بد هیجان اساسا پس الزامه نکته ای که هیجان رو خوب یعنی او بد تکیدی که ما در گوش هیجانی داشتیم که میزان بهینه مصرف کردن و درست استفاده کردن از این هیجانه شرم بهینه چیست شرم مطلوب چه میزانی یعنی چند اندازه از شرم خوب است چند اندازه از شرم کمک کننده است یا چند اندازه به بکن... شرم به چند اندازه‌ای و به چه درجه‌ای یعنی سر... حس منفی نسبت به خودمون داشته باشه میتونه که خوب هم بله، باشه. بله قطعا خوبه چرا ببینید اگر این احساس شرم در من به وجود نیاد من هیچ وقت اشتباهات رو نخواد پذیرفتم هیچ گاهی انگیزه برای جبران اشتباهات خودم پیدا نخواد کردم منتها به شرط این که ای شرم ببینید درونی باشه و ای شرم از چی باشه نه از ذات من نه از سرشت من نه از شخصیت من نه از وجود من نه از فیزیک بدنم بلکه از رفتارم از کردارم و از اعمالم ناشی شده باشه ساده می کنم اگر تفلی یک عمل اشتباه انجام داد مثلا خانه رو تازه رنگ روغن دادیم نزدیک که از ای دست، تمیز و مرتب همه جا و بعد یک طفل پنج ساله مثلا فرض کنید مارکر رو برداشته و شروع کرده رو دیوار حتی که مثلا حالا اگه بود او, او قابل شستشو هم نباشه شروع کرده به نقاشی کشیدن یک نقاشی بسیار جذاب هم کشیده این چیز خیلی خاصی هم کشیده و این مادر به محضی که وارد اتاق میشم میبینه که بله دختر یا بچهش کامل و دیواری که پدر با یک بدبختی حالا از اینه شو و مثلا خود این جنجالایی که به حال کارگر بیاره مثلا تمام اتفاق افتاده و این مادر با خیال راحت امروز مثلا سه چهار روز گذشته که تمام جای پاک و پاکی زده آماده است مثلا برای عید یک دم می آنوار دو اتاق شد و دید که طفل پنج ساله او یک قسمت مثلا قابل توجهی از وسط دیوار اتاق را نقاشی کشیده و خب بعد این قابل پاک شدن هم نیست فرض بگیریم خب ببینید کار اشتباه محقق شده کاری که طفل نباید رو میکرد حالا کیفیت برخورد مادر با ای دختر بد بچه بی تربیت بچه بی ادب تو چرا نمیفهمی تو نفهمی تو متوجه نیستی ما ببینید شروع میکنه انگار حمله کردن به شخصیت خودی فرد در نهایت او احساسی که داری بچه من نمیفهمم و بچه بدی هستم شاید واقعا نفهمم بدی و کاره داشتن خودش بسیار هم چیز اگر قبلش گفته باشه که اصلا کلا اشتباهه اگر پدر و مادر اینو توصیه نکرده باشن مم. بعد از اینکه خانه تمیز شد فلانی فلانی سه تا بچه داریم و این احتمال وجود داره که بچه طبیعتا این کار مم. یا حتی اصلا مارکر برای نداشته اصلا کلا بچه یک چیزی خورده دستاش به اصطلاح خود ما چتل بوده و اومده ب... بدون توجه همینجوری دست کشیده به دیوار رد انگشتای و مقدار قابل توجهی روی دیوار مانده نکته این سالا اون بحث احساس رو میگم مگر نه بسه در مورد تنبیه بله طبیعتا هم طور که شما اشاره کردید در اصول تربیتی گفته می شود که قبل از ای که خصوصاً در مورد اطفال قبل از ای که او را معاخذه کنیم باید به او گفته بشود که تو چه کاری نباید انجام بدی ای هیتره مثلا ای کار ای رفتار ای به عبارتی حرکت ناشایسته نادرسته و حتی به اندازه فهمه او باید گفته بشود چرا نباید انجام بدی بچه این دیوار رو رنگ کردیم نگاه چقدر مقبول شده سفیده اگه تو دستای چتل باشه روی دیوار بمالی لکه دستایت میمانه باشیم این ای مثلاً مثلا اینجا اگه دست بزنی میسوزی اگر این رفتار مثلا اگر کتابچه خواهرت ورداری او فردا معلم او رو تنبیه خواهد کردید که دلیلش هم تو باید توضیح بدیم حالا فرض بر که این پدر و مادر گفتند یعنی به این طفل تذکر داده شده که دیوار نقاشی شده تمیز شده خانه مثلا مهمان خانه آماده است برای پذیرایی مهمانید وارد هم نشوید دست به دیوار هم نزنید و. ولی طفل به هر دلیلی آمده و این کار انجام داده مم. حالا نوع برخورد و مواجهه اگر گفته شود که ببینید تکید میکنم واژه ها خیلی مهم هستن تو بچه بدی هستی تو بی تو نمیفهمی این احساس شرم رو از بیرون به بچه القا دادی زشتی تو بیتربیتی تو بی تو نمیفهمی احساس ای که ای کار ولی اگه گفتی بچه کارت خیلی بد بود احا. ای که دیوار رو کثیف کردی بسیار یعنی کار خودش شخصیت خودش به چیز ثابتی رو بر نگردانی وقتی که میگیم بی ادبه یعنی کلا دیگه از تو انتظار هیچ گونه رفتار مؤدبانه انتظار نمیره وقتی که به بچه میگیم تو نمیفهمی یعنی اصلا کلا تو عاقل نیستی توانایی ایده که یک نکته یک رفتار رو بررسی بکنی نداری ولی کار بود کارت نادرست بود کارت اشتباه بود این شرم ایجاد میکنه شرم مثبت چرا به خاطر ای که این بچه به خاطر این رفتار دیگه تمام تلاش خود چقدر پدرم به زحمت افتاد که دیوار دوباره مثلا رنگ مال آوردن حتی رنگ روغن دود مادرم چقدر زحمت کشید دیوار مجبور شد دوباره بشوره این احساس شرم که در او ایجاد شده شرم مثبته باعث میشه که این طفل دیگه ای کارو نکنه و این لازم هست اما اگر شرم رو برگرداندیم به شخصیت او و افراد کردیم در تولید ایجاد شرم در وجود طفل باعث می شود که احساس عزت نفس و بعدها اعتماد به نفس در وجود ای فرد حالا پس فردا جوان میشه یک آدم بالغ میشه حتی میخواد ازدواج کنه پس فردا خودش صاحب اولاد خواهد شد مم. همچنان امتداد پیدا بکنه و این باعث کم ارزش دیدن خودش بشه باعث بشه که عزت نفسش به شدت کاهش پیدا درست متوجه شدم اگر ملامت بیرونی که پدر و مادر به سر اولاد خودشان میکنن اگر به شخصیتی او طفل باشه یک شرم منفی ایجاد میشه ولی بعده. اگر به سر کاری طفل انجام داده باشه شرم نیست. اصلا لازم نیست بله باید, باید گفته شود بخاطر که اگر نگوییم که اتفاقی که بسیار از والدین میگن طفل است دیگه خب چون طفل است مجاز نیست که هر عملی را یعنی باید از همین طفولیت یاد بگیره که برخ زمان قانون اصلاً 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 اصلاً. یک میام برنامه رو ببینید تشکر بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال دارید همین الان هم میتونید که از طریق شماره تلفنی که زیر شده برای ما سوالات خودتون را بفرستید و ما را بسیار خوشحال میکنید که ما را امین خودتون میبینید و سوال خودتون از ما پرسان میکنید بعد از میان برنامه برمیگردیم همچنان برنامه خودتون برنامه زنده روشنا رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی با موضوع امروز که خانم دکتر بسیار مسئله مهم است چون گاهی هست پدرها و مادرها متوجه نیستن چه رفتاری با اطفال خودشان داشته باشن خدای نکردن تو که شما فرمودی یک آثار بسیار جبران ناپذیر برای شخصیتی طفل میگذاره که تا آینده هم تا سالهای سال ممکنه که آثارش باشه اما سوال بعدی که من میخوام از شما پرسان بکنم اجازه بدن ابتدا یک سوالی که بیننده محترم داشتن بخوانم و بعد ده. از اون سوال خودم را مرتبط با همین کنم حتما. خب بیننده محترم بعد از اینکه سلام و پرسی هم کردن فرمودن که خانم خانهدار هستند خانم خانه هستن دو طفل هشت و شش ساله دارند مشکل اصلی من با بچم است که هشت سال دارد همیشه در حال خرابکاری و صدمه زدن به اسواب خانه است قبل از این فقط موترها و سامان بازی خودش و یه خواهرش رو خراب میکرد الان وصل خانه را هم آسیب میزنه و وقتی میگویم که چرا مثلا تلویزیون را خراب کردی میگوید که میخواستم ببینم اگر من آن را به زمین بزنم چی میشود باز نام خدا خواهرکش بسیار دختر آرام و شمروی است و با اینکه 6 سال سن از خدا گرفته هیچ ما آزار نداده و کلگی فامیل میگویند که ما حتی صدای دخترک تو را نشنیده ایم در مورد همین ماجرایی که خانوم برای ما از دو طفل خودش توضیح دادن بگین چی میشه که در یک خانه و خانواده یک طرف ماجرا بسیار شرور و اه. جسارت بسیار زیاد و حتی به داره اه. یک طرف دیگه اینقدر شرموری میشه و کدام بهتر است خب ببینید یک بحثی که هست بحث ما در خلق و یا سرشت افراد طبیعتا دو تا عامل مهم داریم که ژنتیک یا وراثت هست و یکی محیط و تربیت خب عاملی که افراد رو به این قسم متفاوت میکنه یکی به شدت اهل به اصطلاح کنجکاوی و یا عت میشود گفت خطرپذیر و اهل ریسک یکی هم به شدت آرام و مثلا خجالتی این قسمت از همشان بس یعنی قسم دیگه، چون چون از همون ابتدای قسمی بوده بحث وراثت و ژنتیک هست که این طبیعتا از پدر و مادر هر, هر کدام از ما طبیعتا یک ژنهایی را از نسل های قبلی خودمان به ارث بردیم که حالا در مباحث تخصصی روانشناسی رشد گفته می شود یا قالب است یا مغلوب ولی به ارث میبریم بریم اونهایی که قالب میشه تظاهرات بیرونی داره در رفتار ما در گفتار ما, در شکل ما در رنگ پوست و چهره و مو دیده می شود و اونهایی که مغلوبه به ارث بردوم یعنی در, در به جسم ما هست ولی که آشکار نمیشه ممکن است از ما به فرزند ما آشکار بشه این که طفل خرد این خانم آرام است طبیعتا همون ژن به اصطلاح خلق بسیار بسیار آرام یا ما گاهی وقتا اگر کم تحرک هم هست میگیم که افرادی که تن بسیار پایین دارن تمایلی به نه اینکه بگیم مشکل مثلا چی دارن خیلی اهل جنب جوش نیستن برخلاف بعضی از بچه‌ها که به شدت پر جنب جوش و پر تحرک هستن خب این بحث ژنتیکش به کنار اما میرسیم به عامل دوم که بحث محیط و تربیتی است اگر که فرض بگیریم که کودک اول اینها شرم افراطی داره که گفتیم ما در قسمت قبلی برنامه گفتیم که این اصلا کلا هیجان قسمتی از هیجان اساسی در وجود ماست که بسیار هم مثبت است یکی چقدر از او استفاده ببریم یا به چه میزان روی او تاکید داشته باشیم مثبت و فی بودن او رو تعریف بیر وگرنه اساس هیجان خب جزوی از سرشت ماست و لازمه وجود و به عبارتی زندگی ماست این سلامت روانی ما تضمین می‌شود که همه این رو با هم داشته باشیم چرا طفل خردی خانم اگر ما پس ژنتیک رو به یک گوشه بانیم مم. که خب طبیعتا اینا با هم فرق میکنن و اینو باید والدین ما توجه داشته باشن که هیچ طفلی حتی اگر دو قلوی همسان هم باشن هیچگاهی تصور نباید این انتظار و توقع نباید در مادر و پدرها ایجاد بشود که دو تا طفل شبیه به هم رفتار کنن یه اصطلاح ساده آمیانه ما پدر مادرای قدیمی استفاده میکنن میگن پنج انگشتن با هم برابرن برادرن ولی برابر نیستن هر کدومشون بالاخره یک تفاوتهایی دارن این نکته اول حالا در بحث تربیتی و محیطی شرم افراطی ای طفل 6 ساله بخواد شاید به دلیلی است که ببینید ما معمولا تمایل به منفعت طلبی درونی همه ما حب به نفس داریم اگر پدر و مادر دقیقا برخلاف چون این دو, دو تا نیروی متضاد هستن دست. اگر هر بار که گفتگویی پیش اومده در عینی که او را شماتت کردن گفتن که چقدر نگاه کن خواهرت چقدر ام. خوب است یعنی تحسین شده این طفل به خاطر آرام بودن و این آرام بودن اگر چه بی ای اندازه ای که این مادر میگه منفی اینقدر که حتی طفل 6 ساله صدای او بلند نمیشه این منفیست ولی چرا این بچه ای رو میپسنده و تکرار میکنه مم. و تبدیل شده و قالب رفتاری او به خاطر که تحسین شده یعنی زمینه را یادتون هست برای ایجاد رفتار گفتیم یکی از مسائل اصلی زمینه اوست اگر ای به خاطر این رفتارش تحسین شده تمایل داره که او قسم باشه و اگر در مقابل زمانی هم که او ببینید طفل مثلا شش ساله زمانی که ممکنه رفتاری هم کرده باشه شاید مادر به تبعی، یعنی اگر که یک وقتی کاری کرده و خب طبیعتا برای دفعات اول دوم یک چیز تبیس که اشتباهی صورت میگیره و به شدت برخورد شده مادر مم. گفته باز مثلا تا مایی شبی برادرت شوی یعنی همین به چه به دخت الا اگر دختر جنسیت هم متفاوت باشه که جنسیت یکی باشه ترس از اینکه جایگاه خودش از دست بده که فعلا جایگاه خوبی دارم مم. همه رو برای دوست دارن همه رو تحسین میکنن همه به توجه میکنن نه این که بروم شبی ب... ب... مثلا خواهر یا برادر 8 سالی بشم این در مورد خجالتی بودن یعنی یعنی بخش عمده ای از رفتار ایتفل ایتفل ای یک رفتار آموخته شده آموخته است. شده است تایید شده است تصین شده است تشریح شده, است. شده است. اما در مورد 8 ساله ای که اول اشاره شده وسایل است با بازی خودش خراب میکرده حالا ما این چون سومین هیجانی رو که امروز بس می شاید فرصت خوبی است که دو رو با هم ترکیب بکنیم ببینید ما هیجانی داریم تحت عنوان تعجب و حیرت که می شود او رو تعبیر کرد به یک معنی به ویژگی یا می شود گفت رفتار کنجکاوی کنجکاوی خصلت بسیار مثبت است کما اینکه هیجان تعجب و قسمتی از وجود ماست ما کی دوچار تعجب میشیم وقتی رفتاری یا پدیده خارج از تصور ذهنی ما یا خارج از دایره آگاهی ما باشه تفاوتش هم نیست که اگر من چیزی رو اصلا نمیدانستم برایم بسیار تعجب برانگیز است ولی اگر نسبت به او آگاهی داشتم ولی الان نمی... یعنی آمادگیش نداشتم که او رو بپذیرم اون میشه به دو تا تفاوت داره ببینید وقتی که من مواجه مثلا میگن که فلان اتفاق افتاد باد... مگه مثلا من میگم مگه همچی چیزی امکان پذیره این تعجبه این کلا از دایره آگاهیم خارج بود من اصلا نمیدانستم که اگه همچی چیزی هم مم. اتفاق میفته کمون که مثلا من یادم هست که شاید نزدیک به 20 سال پیش داخل ایمیل یک ایمیل اومد بود مبنی که در کشور ژاپن تربوزا رو به شکل مربع میسازن بعد اول برام خیلی تعجب مگه همچی چیزی امکان پذیره که خوب خوب کشته بعد دیدم که بله قالب هایی هست که از همون ابتدای گیاها رو مثلا حالا میشد گوی ساختار ژنتیک گیاه رو تغییر میدن ولی یک وقتی هست که حیرت میکنی یعنی من به طور طبیعی میدونم که صدای در صدای در خانیم چه قسمی است یا زنگ خانم چه قسمی است زنگ گوشیم مثلا چیست ولی الان در یک فضای دیگه هستم و آمادگی رو ندارم یک آن صدای زنگ که بلند میشه تکان میخورم این حیرت م. پس برام این ایر آگاهی دارم میدونم که صدای چیست ولی الان آمادگی برای پذیرش یکی آگاهی است یکی آمادگی نکته ای که در مورد بچه ها کاملا طبیعی و ذاتی است و از همه ما قسم بودیم م. و بسیاری این متاسفانه سرکوب شده در خانواده ها و در بعضی ها رشد پیدا کرده است که بچه های کوچک ابتدا به اصطلاح آمیانه خودمان خرابکاری هایشان به خاطر آگاهی پیدا کردنه هم که گفته میخوان ببینم چی میشه این عین واژه ای که تفر کار میبره بعضی ها به زبان میارن بعضی از اطفال بعضی از اطفال به زمان نمیارن این میره به سمت او که ایره ورداره خب ایره که میگه که بزار بزار میشکنه یا این شکست خب نمیدانست بعد حالا مؤاخذه میشوه حالا فهمید, حالا فهمید کی شکسته نیست دفعه بعدی میگه خب بذار اینو مثلا اینجوری کنم ببینم که با دندانم چه اتفاقی میفته دفعه بعدی میگه بیا بیا خب اینو مثلا با چکش بزنم ببینم چه ببینید هر بار که طفل به سمت این رفتار میره واقعا و بعد نکته جالبش هست که این میزان از کنجکاوی و تمایل برای آگاهی در وجودی طفل ذاتی است یعنی یک سری از اطفال آه. ما واقعا تمایل برای به نسبت بقیه واقعا تمایل برای دانستنشان زیاد است حالا نکته ای که وجود داره این قسمی که این طفل علاوه بر اسباب بازی ها و وسایل مربوط خودش وارد میشه به وسایل داخل خانه مم. به تلویزیون مثلا فرض کنید که به ماشین کالاشویی و به بقیه چیزها دست میزنه این دیگه بس تربیت و محیط است کما که در قسمت قبلی گفتم ببینید باید محدوده را برای طفل مشخص کرد باید قانونمند حالا ممکن است کسی مادر بگه خب من با بارها بهش گفتم که داخل مثلا مطبخ نیا داخلش بس خانه نشو به وسایل برقی دست نزن ولی ببینید به وسایل برقی دستن صرف گفتن برای طفل 8 ساله دیگه کفایت نمیکنه از 5 سالگی از 3 سالگی بچه‌ها قانون رو میفهمن و از 5 سالگی خیلی راحت قانون رو میپذیرن یعنی میشود روی اونها تنبیه های عملی اجرا کرد از 5 سالگی وقتی این طفل یک چیزی رو بدون اجازه میرفت تو او و خراب میکرد حالا کنجکاوی ببینید و دو تا حالت داره یکی که ارضا بکنیم کنجکاوی او رو یعنی ببریم او رو به فضایی که به شکل بهینه ای حس رو به قول من رو فشبا بکنه و دوم با بگوین تو حق نداشتی به تو گفته بودم که به این نباید دست بزنی حالا که به این دست زدی جبرانیشیست که این رفتار یعنی ببینید تو نباید دست میزدی حالا تنبیه, تنبیه باید بشه قطعا باید تنبیه بشه نکته ای که هست اینه که ببینید تنبیه و تشویق دو بعده تربیت هستن در روی سکه تربیت هیچ هیچگاه باش صرف تشویق نمیتوانی تربیت کنی هیچگاه با صرف تنبیه هم نمیتوان تربیت کرد لذای عزیز بزرگوار ما در مورد فرزند 8 ساله نکته مهمی که من به این مادر میگم این که اگر واقعا طفل شو... یعنی قسمتی من میگرده به این که شاید ذهن این طفل واقعا سوالاتی است و اصلاً اصلا چیز بدی نیست اینکه ب... واقعا طفل برای پاسخ دادن به سوالات درون اما ممکن است این تبدیل به یک عادت زشت شده باشه یعنی اساسا ب... ممکنه یک قسمتی از خشمی بچه داره تبدیل مهم. از طریق کردن. ولی فقط امیر میخواستم پرسن کنم. خب برق از اطفال وقتی که کار میکنن باز مهم. پدر مادر هر چیکی میگه باز حتی وقتی که پدر مادر باید برخورد میکنن میکنه او خوش میشه که پدر و مادر به ما برخورد کرده میخنده مهم. و مقابله میکنه این دیگه بسیار جای تعجب خب او بس اگر تبدیل به یک عادت شده و بعد گفت اون حس کنجکاوی نیست اینو این خشمی که بروز اوسیان این است یعنی بعد ریشه های او کشف شما چرا این کار انجام میده به دلیلی که میخواهد پدر و مادر عصبانی شوند چرا باید. میخواهد پدر و مادر عصبانی شوند به خاطر که خود این طفل به میزان خیلی زیادی عصبانیت آها. و خشم از پدر مادر دریافت کرده به عبارت ساده تر داره انتقام میگیره داره جبران میکنه درست پس رفتاری که از پدرم م... از طفل انجام میشه مهم. پدر و مادر باید توجه بکنه که بله. چی شده و بس بعد از اون سعی بکنه اصلاح کنه به شما گفتم میگی طفل 8 ساله است و 5 سالگی باید با او برخورد قاطعانه را نه این 3 سال 4 سال گذشته و یه همچنان کارش داره اگه پدرم پدر و مادر خوب دلش رو نمی بگیره اگر که اولاد اول باشه خوب بسیار بهشون شیرین است اگر که پدر کلان و مادر کلان هم در کنار باشن که دیگه چیزی که از <applause> جرأت کرده <applause> نمیتونه که چیزی گفتم ما متاسفانه مشکلی که هست است که تربیت رو فقط با تشویق و تحسین مم. و به عبارتی کنار آمدن یا گذشتن و به, به اصطلاح ما در دین داریم به تقافل زدن به ندیدن زدن تعبیر میکنیم و الان که تنبیه و تشویق تحسین و واقعا جب، کسی خطایی میکنه خدای تبارک و تعالی در قرآن هم وعده داره هم وعید داره جس. <متصفح> هم جزا داریم و هم به عبارتی هم ثواب داریم و هم عقاب هر دو از شیوه تربیتی استفاده میکنه و ما هم اون رو, رو بگیریم و سعی کنیم که بله بسیار تشکر بل. یک میان برنامه رو ببینیم خواهش میکنم بینندگان عزیز و محترم بعد از میان برنامه برمیگردیم تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم و یک سلام ویژه به عزیزانی که نو به جمع ما پیوستن این برنامه شما برنامه زنده ای راوشون از تلویزیون جهانی هادیس و تو ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی خان دکتر عزیز یک سوال دیگه یک ای از یک مادر عزیز از یک دختر خانم یک جوان عزیز به دست ما رسیده که ایره برای شما میخوانم با سوار خودمون رو مرتبط با همین از شما پرسان میکنم دختر خانم 16 ساله بعد از خوب سلام ما پرسی گفته که ما از دو سال پیش به امرای پدر و مادر دو برادر و سه خواهرم در جرمنی زندگی میکنیم پدرم همیشه به خاطر به خاطر مسائل مختلف تحت فشار میگذاره که فلان فلان رنگ لباس را نپوش یا فلان جای نرو یا با فلان کس صحبت نکو چرا شرم نمیکنی مگر تو مسلمان نیستی و با اینکه ما همیشه سعی میکنم که حجاب را رعایت بکنم و مسائل اسلامی را رعایت بکنم ولی خب پدرم راضی نمیشه یک خواهرم به خاطر همین رفتارها از خانه رفته و خواهر کوچکتر میگه کاش ما هم برویم به خاطر این رفتار و افسرده و ناراحت هستیم و پدرم به خاطر ناراحتی هم قار بشه که تو چرا ناراحت هستی لطفا در این باره با پدر و مادرها صحبت کنید که اولادهایشان آزار نتن خب نظر شما در این زمینه چیست و اینکه خب ما به صورت سنتی بی ویژه برای دخترهایمون دوست میدونیم که دخترانمون شمروی باشن و همیشه هم توصیه میکنیم که دخترم شرم کو های دختر باید شرم و حیا داشته باشه دامنه شرم و حیا چه رقم است چه قسم است و آیا است و در این مورد خاص بدرها و مدرهای که در کشورهای دیگه هستن بالاخره زندگی متفاوت است به نسبت زندگی در کشور خود باشه بله سوال میشود گفت که خیلی به اصطلاح مبتلا به بله. و اینکه که دو چهار خصوصا اینکه متاسفانه ما آمار مهاجرت ما در کشور ما به کشورهای اروپایی خصوصا با کمال تاسف در یکی ای دو سال اخیر بسیار زیاد شده و این ممکن مشکل بسیاری از عزیزانی که خصوصا دسته از بزرگوارانی که خارج از افغانستان زندگی میکنن که البته باز این فقط مربوط به اونو نیست در بسیار از مواردی که عزیزانی که داخلم هستن یک تفاوت بین نسلی هست مهم. بین برداشت به اصطلاح پدر و مادرها از خیلی از ارزش های دینی اخلاقی و حتی اجتماعی با آنچه که نوجوان و جوان اونا میخواد منتها قبل از اینکه به اصل فرداز ببینید آنچه که ما در هیجان شرم گفتیم با آن مفهومی تحت عنوان شرم و حالا واژه‌ای که عموما استفاده میکنیم شرم یا اون مبحثی که در دین روی او و در مذهب ما تاکید شده حیا و عفت متفاوت است ببینید ای که ما گفتم شرم هیجان ذاتی ماست یعنی لازمه زندگی است برای یک انسان برای سلامت روانی او لازمه حالا اگر این افراط بشه خب باز آسیب زننده است آسیب روانی آسیب اجتماعی حتی آسیب های فردی و جسمانی به دنبال میاره اما مفهوم حیا و افتی که در دین و در مذهب ماست خب طبیعتا قاعده داره خانم بیانی این دختر خانم اشاره کرده به هجاب هجاب تعریف مشخص بله. جایگاه مشخص ارزش مشخص و حتی قاعده داره حدود هجاب چیست نکته ای که هست ببینید ای که <تصفح> در بسیاری از موارد والدین ما حالا این عزیز بزرگوار در مورد پدر و مادر خودشان گفته ما ممکن است اینو گفتم تاکید میکن در همه ابعاد دیگه در خانواده های دیگه داشته باشیم این که شما نکته خیلی خوبی را اشاره کردید آیا شرم جنسیتی است نه در تعابیر دینی ما هم حیا و افت هم هم مرد باید داشته باشد و هم زن سوره مبارکه نور اول در آ... اگر اشتباه نکنم در آیه 3 میفرماید و قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و یحفظوا وجوه هم. در آیه بعدی میفرماید و قل المؤمنات یغضن ابصارهن و یحفظن فروجهن یعنی اول اول آیه در آیه قبل تاکید شده به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را فرو بیاندازن و بعد در آیه بعدی میگه بزن پس بنابراین ببینید مفهوم حیا و مفهوم عفت جنسیت بردار نیست حالا در مورد زنان در بحث حجاب پوشش اونها گسترده تره شامل همه ابعاد وجود اونها جز صورت و این دلیل برای نمیشه که بگیم پس این الزاما برای زنها بیشتره و برای مردها کمتر بحث حیا یعنی نمود بیرونش ممکنه متفاوت باشه با تعبیر حجابی زنان... که ما داریم در مورد خانم ها این گستره حجاب در زنها بیشتره ولی در مردها محدودتره خب این نباید مورد سوء برداشت و سوء استفاده قرار بگیره اگر این گونه باشه ببینید اگر ما تعبیر به حیا رو فقط و فقط در یک گوشه ماندن، ساکت بودن حرف نزدن حضور نداشتن داریم آیا چگونه میتوان تعبیر کرد رفتار کسی رو که در خاندان امامت و نبوت بزرگ شده مثل بانوی اعظم حضرت زینب سلام الله علیها شما چگونه می توانید اگر برای اساس او حیاء به عبارتی پسندیده در دین و در مذهب ما فقط یه گوشه نشستن و ساکت بودن و حرف نزدن سخنرانی های حضرت زینب حضور حضرت زینب کلام حضرت زینب برخورد حضرت زینب رو شما چطوری میتونید تعبیر کنید آیا علیاذ بالله علی بالله بی شرمی و بی حیایی بوده مطلقاً همچین چیزی نیست کما اینکه ما در ادبیاتمون داریم و در باورهای ما سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود پس این شجاعت و ای جسارت مضموم نیست بلکه ما به چرا چون در جای خودش به شکل درست و به اندازه درست اتفاق افتاده ما متاسفانه در مفاهیم دینی خود ما و در نوع تعبیر و تفسیر اونها دچار افراط و تفرید های بسیار بسیار زیادی هستیم آن چیزی که هم برای زن و هم برای مرد لازمه عفت و حیا هست ولی اولا مقصود از افت و حیا یا حتی هم مواجهه هجاب ام. هجاب اصل ضروری دینه منکر هجاب منکر دینه درست ام. این همه کاملا درست ولی مقصود از حجاب چیست اگر حجاب پوشاندن بدن است الزامی نیست وقتی که شما مثلا به مثلا پدر بزرگواری در افغانستان چادری میپوشه دختر و تمام بدن ام. آیا میشه به در جرمنی پوشید خب شاید بگه بله میشود پوشید خب حالا بعد آیا این شکل شما دختر نوجوان 16 ساله شما دختر جوان 18 ساله شما میخواهد مثلا در دانشگاه حضور پیدا بکنه میخواهد فعالیت اجتماعی بکنه آیا این چادر به این بلندی به او ای امکان رو میده نه خب حالا اگر که فرزن اگر چادر و بلند رو گذاشت کنار و این اینقدی پوشید ولی تمام ویژگی‌هایی هایی که در حجاب ذکر شده بدن نما نباشه نازک نباشه و تمام اندام بپوشه چه ایرادی داره سوال اینجاست که چه اشکالی داره خب نکته اینجاست که ما دارم تاکید میکنم ببینید یک وقت هست بحث اصول ام. و مفاهیم به عبارتی کاملا پذیرفته شده دینی و مذهبی ماست خب ما که قرار نیست اینها رو کنار بگذاریم یا قرار نیست محدود اینها رو کوچکتر کنیم ولی یک وقت هست نوع سلیقه و میزا کیفیت استفاده و به عبارتی اجرای اصول در رفتار و در کردار در انعات و در عرف اجتماعی ما هست او رو دیگه باید تا کمان که ما در روایت داریم که امیر مؤمنان فرمود فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما به دنیا آمدن حضرت نمیگه اصول رو تغییر بدید نمیگه ارزش ها رو تغییر بدید نمیگه باورها رو جابجا جا کنید و خاطر بچه بچهای شما طور دیگری فکر میکنن میگه کمی تا اندازه در نوع برخورد ها و در نوع سنت ها متفاوته مم. نه اینکه متضاد باشید تفاوت رو بپذیرید مم. بگید که دختر مست و انتظار دارم که پوشش اسلامی رو رعایت کنی همانطور که مثلا صورت و دست حالا لازم است بقیه بدن شما بقیه بدن تو بپوشان حالا این بقیه بدن رو با مانتو میپوشانی یا مثلا با یک مثلا لباس بزرگتر یا بلندتر حالا منتون بود یک لباس مثلا فرض کن ساده یا با چادری یا با چادر یا با هر قسم دیگه ببینید این فکر می کنم که ما باید او بحث در خصوصا در رو قبال نوجوان و جوان ما خصوصا در جامعه مثل جامعه ما که نوجوانان و جوانان ما اونایی که در دا داخل هستن هم بسیار بسیار آسیب ها و فشارهای روحی و رو روانی رو دارن تحمل میکنن و به در مدرها باید واقعا تا یک اندازه یک جایی برای ظرفیت ای که تنوع طلبی تاکید میکنم عزیزان ما سوء برداشت نکنن من به هیچ عنوان بحث ما در مقابل در مورد بی هجابی یا کم حجابی یا بر رفتار مخالف شریعت یا مخالف حیا و عفت نیست بلکه تا اندازه ای تا یک حد محدود قابل قبولی تنوع رو و به عبارتی تجدید رو جدید شدن و نو شدن رو برای نوجوانان و جوان خودمان بپذیریم و چه اونهایی که عزیزانی که متاسفانه مهاجرت کردن حالا به اجبار یا به تحمیل یا حتی خطرات امنیتی برشان داشته خود این تغییر محیط بسیار چالش برانگیزه پذیرفته شدن در یک محیط جدید بسیار چالش برانگیزه حالا پس یه تا یک حدی تا یک اندازه ای اجازه رو بدیم که این تزریق شرم بیش از اندازه تاکید کردم در بر... در قسمت های قبلی برنامه شرم اگر تبدیل به یک شرم منفی بشه زنده شد عزت نفس رو پاید. پایین, میاره و اگر کسی عزت نفس رو از بین رفت ببینید ببینید مشکل اینجاست که اگر این پدر و مادر بیش از اندازه هی گفتن گفتن مم. گفتن گفتن و این تف... و این جوان 16 ش... ساله دختر 16 ساله یک جوان 25 ساله احساس کرد که ما آدم بدی هستم و بی دین هستم وقتی احساس بیدینی و بی ارزشی کرد دیگه از هیچ رفتاری ابا نداره میکنم. دیگه عزت نفس از بین رفت حالا او ببینید ما می توانستیم تو یک اندازه یک محدوده ای بره او یک خطی خیلی خیلی مقدار کمی باز بگذاریم که او تنوع طلبی را اجرا بکنه ولی عزت نفس او را نگه بداریم منتها با این الغای شرم منفی کاری کردیم که عزت نفس او از بین رفت حالا که عزت نفس او از بین رفت هر کاری ممکنه که دیگه از او سر بزنیم و بسیار خب ما که یک انسان بی‌دین هستم حالا من دیگه ما که دیگه, باری از دایره دین خارج بیده. شدم خدا که دیگه من قطعا عذاب خواهد کرد ما م. که دیگه قطعا جهنمی خواهد بودم حالا ببینید میگه که چه یک وجب آه. چه صد, چه صد وجه. وجه بله باز فکر می کنم خانم دکتر مسئله مهم اینجی است که پدر و مادر هم در حدی مطالعات دینی داشته باشن محدوده ها را بشناسن این کار مسلما عموما از پدر و مادر برمی که آگاهیش نسبت به دین کم است و متوجه نیستن فکر می کنم چیزی که من به صورت سنتی آموزش شدم همه دین است و غیر از این قطعا نیست قطع. درست و بنابراین ایره اثبات میکنه که پدرها و مادرها به دنبال این مسئله باشن برنامه های ما عزیزان تعلق به خود شما داره هر کدام سوال در مورد موضوعات مختلف دینی و تربیتی دارید ما بسیار بسیار خوشحال میشیم سوالات خودتون رو برای ما بفرستید ان شاءالله سعی میشه که حتما به سوالات شما از پاسخ داده شود هم خب دکتر عزیز در حد یک دقیقه کمتر امه. و بیشتر فرصت داریم برای جمع خب ما امروز قرار بود که تا از هیجانات رو بگیم ولی خب با توجه به سوالاتی که ما توضیح دادیم به دو تا پرداختیم یکی هیجان به اصطلاح شرم و دیگری کنجکاوی که البته در لابلا صحبت شد تاکید میکنم ببینید هم هم کنجکاوی مضمون به اصطلاح ساده تر بگیم مثبت داره و هم منفی و هم شرم نکته که خیلی مهم است یکی که ببینیم کی هیجان -E داره اتفاق ام. میفته شدتش چقدر است یک بار دو بار بیشتر یا کمتر و بعد نتیجه او چیست اگر که من میخوام یعنی به عنوان خیلی ساده حالا مثلا شما اشاره کردید به بحث آگاهی ممکن خیلی از زان بگم من سواد ندارم من وقتش ندارم و حوصلهش ندارم یا یعنی اصلا امکانیش نیست کسی نیست مم. که به ما آموزش بده خیلی ساده وقتی که میخوام ببینیم خوب است یا بد است یکی ای این شرم همیشه کیست دخترم همیشه خجالت میکشه یا گاهی اوقات مم. اگر گاهی اوقات تحسینش کنم خوب است که تو در مقابل مثلا آدم بیگانه سعی نمی کنی که ولی در مقابل جمع در مقابل دوستان در مقابل آشنایان یکی پس یک کجای اتفاق میفته دوم چه میزان و چه اندازه آیا مثلا خجالت و چیمه خیلی شدید است اونقدری که وقتی کسی رو میبینم میره یک ساعت بعد گم میشه یا نه همون لحظه مثلا میره ولی چهار دقیقه پنج دقیقه بعد یک نفس مثلا راحت میکشه آمومش خب بعد میای کنار ما وای میسته با امنیت خاطر سلام میکنه اول پرسی میکنه مهم. و نکته سوم اگر ای به و ای مثلا جلو نیاد و گب نزنه نتیجه چی خواد شد؟ آیا مثبت یا منفی اگر نتیجه رفتار و چیمه بروز رفتار احساسات او احساس شرم میکنه رفتاری که از او سر میزنه اگر نتیجه مثبت داره تحسینش کنه و اگر نتیجه منفی داره خرابکاری میکنه وسایل در نتیجه کنجکاوی افراطی کل وسایل خانه رو به هم میزنه نتیجه اون نتیجه منفی است باید قطعا جلوگیری شود و البته تاکید میکنم در بحث جلوگیری قانون مداری توضیح دادن مم. آگاهی دادن و اینکه باز تبدیل چیکار کنه کنجکاوی رو چه قسم تبدیل به مثبتش کنه خب یک زمینه رو ایجاد کنه که او طفل 8 انشالله به شکل مثبت بله بس. به شکل مثبتی ان بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر عزیز, عزیز. مثل همیشه بسیار عالی بینندگان عزیز و محترم از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون را نگاه کردید برنامه های آینده را هم از دست نمیدید و همراه ما ان خواهید بود با امروی کارشناس محترم خانم دکتر رضایی از حضور شما مرخص میشیم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم